همین اول ویدیو من یه چند تا کلمه میگم و در ادامه ی ویدیو ما ربط این کلمات رو با هم میفهمیم. هشیش، در باغ سبز، ترور، خلفای عباسی، سلجوقیان، حسن صباه. اگر دوست دارید ربط این کلمات رو با هم بدونید تا انتهای این ویدیو رو تماشا کنید. دوستان سلام من آرمان هستم و این چهارمین ویدیو از فصل اول دیپ پادکسته ما در دیپ پادکست به موضوعاتی میپردازیم که یا تا به حال مورد بررسی قرار نگرفتن یا کمتر راجع به اونها صحبت شده اما قبل از پرداختن به داستان حسن سباه و زندگی نامه و نحوه مرگ و نحوه کارهایی که انجام داده من یه خواهشی از شما دارم اگر دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید کانال دیپ پادکست رو ما تلاشمون اینه که بتونیم هفته یک الی دو تا ویدیو آپلود کنیم راجع به موضوعات مختلف سابسکرایب که شما میکنید باعث میشه که به آرشیو ویدیوها دسترسی داشته باشید همینطور که زمان میگذره تعداد ویدیوها هم بیشتر میشه اگه زنگوله رو هم بزنید هر زمان که ویدیو یه جدید منتشر میشه از اون مطلع میشید یک نوتیفیکیشن برای شما میاد یه اطلاعیه میاد که متوجه میشید این ویدیو الان آپلود شده میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو نگاه کنید اگر هم نه وقتی سابسکرایب میکنید در گوشه تصویر شما توی اون صفحه یوتیوبتون اون کانالی که سابسکرایب کردید یکیش کانال ما میشه که هر زمان که دوست داشتید میتونید تشریف ببرید و ویدیوهای قبلی رو نگاه کنید و به اطلاعاتتون اضافه بشه بریم به سراغ داستان جذاب و دیدنی و شنیدنی حسن صباح سن سباهی در قوم در ایران به دنیا میاد خونوادهش خانواده متمولی بودن خانواده ثروتمندی بودن و پدرش از تجار قدرتمند قوم بودش خودش علاقه بسیار زیادی به علم و سواد و تحصیل و مخصوصا علوم اسلامی داشت اکثر زمان خودش در کودکی و حتی جوونی و نوجوانی به مطالعه میگذروند و این دوره مربوط میشه به دوره حکومت سلجوقیان در ایران. از اون طرف یک گروه دیگه هم در ایران بودن یک گروه مذهبی به اسم شیعیان اسماعیلیه همین ابتدا هم بگم یه داستان معروفی هم در مورد حسن سببا هستش که معروف به داستان سیار دبستانی که گفته میشه حسن سببا خواجه نظام و خیام هر سه هم اصل بودن همسن و سال هم بودن و از دوران دبستان دوران کودکی با هم دیگه رشد کردن و با هم دیگه بودن اما هیچ وقت این داستان هم تایید نشده منم زیاد بهش نمیپردازم اطلاعات زیادم در این زمینه ندارم حال به مصر بریم در مصر یک گروه گروه شیعه وجود داشت به اسم فاطمیون این گروه شیعه هم کار خودش رو داشت به صورت خیلی معمولی انجام میداد تا زمانی که فری به اسم عبدالله ابن قداه امامت این گروه رو به دست میگیره از اون زمان به بعد این گروه تصمیم میگیره که وارد فاز سیاسی بشه حسن صبح با خلفای سلجوقی دچار مشکل میشه و فعالیت های سیاسی خودش رو در جوانی شروع میکنه توی ایران مشکلات خیلی زیادی براش به وجود میاد و عرصه بهش تنگ میشه تصمیم میگیره که به مصر بره چون خب خود شیعه بودش از اون طرف شیعیان فاطمیون هم در مصر قدرت رو داشتن به دست میگرفتن و از اون طرف هم میتونست که مطالعات خودش رو در مصر افزایش بده به مصر میره سه سال نزد علمای مصری درس میخونه اطلاعاتش زیاد میشه از اون طرف نفوذ خیلی زیادی هم بین فاطمیون مصر پیدا میکنه و رابطه خیلی خوبی با اونها پیدا میکنه تمام تلاش حسن صباه این بودش که با خلفای سلجوقی مبارزه بکنه و کاری بکنه که اونها از ایران برند به خاطر همین خیلی در تلاش بودش تا با شیعیان اسماعیلی وارد رابطه بشه و یه کاری بکنه که مصر شیعیان فاطمیون شیعیان اسماعیلی با کمک همدیگه دست به سلاح ببرن و بتونن با سلجوقیان مبارزه بکنن یک چنین قدرتی رو داشت نفوذ خیلی خوبی بین شیعیان فاطمیون در مصر داشت اما قدرت مصر اون زمان اونقدری نبود که بخواد با سلجوقیان وارد جنگ بشه به خاطر همین یک چنین رویایی دور از انتظار بودش پادشاه اون زمان سلجوقیان ملک شاه بود و وزیرش هم خاج نظام الملک مل بودش از اون طرف سلجوقیان و خلفای عباسی هم رابطه خوبی نداشتن با هم ولی خاج نظام الملک مل رابطه خیلی خوبی با خلفای عباسی داشت به خاطر همین حکومت سلجوقیان یک حکومت یک پارچه بود و حسن سبا خیلی ضعیفتر از این بود که بخواد با سلجوقیان مبارزه بکنه حسن صباح که گفتیم به اسلام و مخصوصا مذهب شیعه خیلی ارغ خاصی داشتش متوجه شد بود که شیعه بسیار ضعیف شده و از اون طرف هم خودش قدرت لازم رو نداره تا بتونه این قدرت رو برگردونه تو همین گیرودار متوجه شمال ایران و منطقه مازندران شد منطقه مازندران هنوز در دست شیعیان بوده شیعیان زیادی اونجا زندگی میکردن و به دور از مناطق تحت سلطه سلجوقیان بودش حسن صباح به سمت مازندران حرکت میکنه حسن صباح در مازندران طرفداران خاصی رو به دست می اما به دنبال یک پایگاه قدرتمند میگشتش در این بین به فکر قلعه علموت افتاد در قزوین اون زمان قلعه علموت در دست فردی بود به اسم مهدی علوی چه ساکنین قلعه علموت چه خود مهدی علوی شیعه بودن ولی خب خلفای سلجوقیان به اونها سلطه داشتن و داستان حسن سباه چیز دیگه ای بودش حسن صباه صدای فتح علموت به سرش میزنه حسن صباه یک ترفند خیلی جالبی رو برای فتح قلعه علمود به کار میاره به طور کلی حسن صبا شخصیت خیلی زیرک و باهوشی بودش همیشه اینطور نبود که بخواد دست به شمشیر ببره اینکه خیلی اسمش در تاریخ جاودانه شده به خاطر هوش و ذکاوت و استراتژی های خاصی بودش که برای فتح خودش به کار می برد حسن صبا و یارانش در سال 1090 میلادی به سمت قلعه علمود به راه میافتند خودش یک معلم معرفی میکنه نام مستعار ده خدا رو برای خودش انتخاب میکنه و وارد قلعه میشه یارانش هم رفته رفته کم کم وارد قلعه میشن از اون طرف به کودکان درس میده یارانش هم در سطح قلعه با افراد مختلف و حتی سربازان رابطه برقرار میکنن و تعلیمات شیعیان اسماعیلیه رو به اونها یاد میدن از این رو طرفداران شیعیان اسماعیلیه در قلعه علموت زیاد میشن بعد از گذشته چند ماه در اواخر پاییز 1090 میلادی حسن سباه اسم واقعی خودش رو رونمایی میکنه و کاملا میگه که برنامهش به چه صورته و دیگه حالا قلعه تقریبا در دست حسن صباه افتاده بودش افرادی که طرفدار اون بودن خیلی بیشتر از افرادی بودن که طرفدار مهدی علوی بودن به مهدی علوی هم میگه که جون خودت نجات بده از اینجا برو و قلعه دیگه در تسخیر ماست در پاییز 1090 میلادی قلعه علموت به دست حسن صباه میافته در همون دورم هم در قزوین و در گیلان یارانش تبلیغات بسیار موفقی در زمینه تعلیمات اسماعیلیه داشتن و طرفداران زیادی رو در قزوین و گیلان برای حسن صباه به آورده حسن صباح برای این کار سه هزار دینار هم به مهدی علوی دادش حالا دیگه کل قلعه علمود در تسخیره خودش بود و این سرآغاز قیام مسلحانه اسماعیلیان بر ضد سلجوقیان بود طالب قزوین سفر کردید یا نه ولی وقتی که از جاده تهران میرید به سمت قزوین یه بریدگی داره که زده علموت به سمت علموت که میرید و وقتی به جاده علموت میرسید قشنگ متوجه دشت خیلی پهنی میشید کوههای پرفراز و نشیبی که اونجا وجود دارن خیلی راه پرپیچ و خمی هم داره یعنی حتی امروز ما حالا داریم داستان حسن صباه مربوط به هزار سال پیش میشه ولی حتی امروز هم رسیدن به منطقه علموت یک مقدار سخته حالا ما بریم به هزار سال پیش برای همین بود که حسن صباه به شدت به دنبال تسخیر قلعه علموت بودش قلعه علموت بسیار استراتژیک بودش در یک بلندی در یک قله کوه یک قلعه بزرگی ساخته شده بودش که یک اشراف خاصی رو بهش میداد یعنی شما میتونستید تا دور دست ها رو در این قلعه تماشا کنید بتونید زیر نظر خودتون داشته باشید از اون طرف تو مسیر که شما تشریف برید متوجه میشید که چند تا قلعه مخروبه چند تا مرک متروکه هم وجود داره که این قلعه های کوچیکی بودن که وظیفه خبرگزاری رو داشتن یعنی اگر یک نیروی بیگانه ای قرار بودش به سمت علموت نزدیک بشه این قلعه های کوچیک که وظیفه مخبر رو داشتن سری با یک اسب با یک خبرچین خودشون رو به علموت میرسوندن و میگفتن که مثلا فلان فرد فلان نیروی بیگانه داره به سمت علموت حرکت میکنه از اون طرف ساختار خود قلعه هم در نوع خودش خیلی جالبه این قلعه به گونه ای طراحی شده بودش که میتونستن در تی مثلا قرنطینه های طولانی یا محاصره های طولانی از راه های مختلف فرار کنند از دش از کوهستان خودشون به نیروهای دیگه برسونن و بیان دوباره مقاومت کنن به این راحتی ها نمیشد بهش دسترسی پیدا کرد حالا اگر برید به سمت قزوین متوجه میشید که این قلعه در نوک کوه بنا شده خیلی سخت میشد اصلا به خود قلعه دسترسی پیدا کنن حالا بگذاریم که خود اون مسیر هم مسیر صعب العبوری بودش یک ویژگی دیگه قلعه هم اینه که ذخایر آب و غذای خیلی طولانی داشتش میتونستن تا مدت ها غذا داخل یخچال های خودشون ذخیره کنن در زمینه منابع آبی هم هیچ گونه مشکلی نداشتن پس همه چیز برای یک دژ مستحکم کافی بودش بهترین مکان و استراتژیک ترین مکان برای رویارویی نظامی همین قلعه علموت بودش که حسن صبا تونست در سال 1090 میلادی بهش دسترسی پیدا کنه حسن صباح به گروه خودش افراد بیشتری رو دعوت کردش و رفته رفته تونست قلعه های بیشتری رو در گیلان، مازندران و قزوین یا فتح کنه یا بسازه. از اون طرف متوجه جنوب شرقی ایران شدش منطقه خراسان و شهری به اسم قهستان حالا امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم اگر اسما رو احیانا توی این اپیزود اشتباه گفتم برام بنویسید تا بتونم اصلاحش کنم شهری به اسم قهستان بودش که سلجوقیان سالها پیش مردم اون شهر رو مورد تحقیر قرار داده بودن حسن صبا از همین موقعیت استفاده میکنه و یک پایگاه دیگه و یک تعداد طرفدار پرپاقرس دیگه هم در قهستان برای خودش فراهم میکنه پس حالا چی شد حسن سبا هم شمال ایران رو داشت گیلان، مازندران، قزوین و حالا جنوب شرقی ایران منطقه خراسان. منطقه قهستان تبدیل به دومین پایگاه قدرتمند حسن صباه در جنوب شرقی ایران میشه سلجوقیان که حالا دیگه زنگ خطر براشون به صدا در اومده بودش میفهمن که نقضی خیلی جدیه و باید صد درصد با حسن صباه برخورد بکنن به سمت علمود حرکت میکنن و فکر میکنن که با یه جنگ ساده میتونن پیروز بشن اما شکست خیلی سنگینی از اسماعیلیان یا همون طرفدارای حسن صباه میخورن دلیلش که همون استراتژیک بودن منطقه علمود بود و دلیل دومش هم حضور نیروهای مردمی و جانفشانی برای سن صبا در مقابل سلجوقیان بودش حال چهار سال بریم جلوتر سال 1094 میلادی رهبر شیعیان فاطمیون در مصر فردی به اسم منتصر بالله از دنیا میره و بر سر جانشینیش یک اختلافی به وجود میاد دو نفر میگن ما جانشین منتصر بالله هستیم فردی به اسم نزار و فردی به اسم مستعلی امیدوارم اسم این دو نفرم درست گفته باشم نمیدونم نزار یا نزار یا مستعلی یا مستعلی اینا رو نمیدونم اینا رو بهم بگید من حالا هم مستعلی میگم و اون یکی همون نزار میگم حسن صباح و یک گروه محدودی طرف نزار میشن با نزار بیعت میکنن و یک گروه وسیعتری با مستعلی بیعت میکنن مستعلی و نزار با هم درگیری های زیادی داشتن در نهایت این درگیری ها تبدیل به یک جنگ میشه در این جنگ هم نزار و طرفدارانش شکست میخورن مستعلی پیروز میشه و نزار و پسرش رو اعدام میکنه حسن صباه رابطش با فاطمیون کاملا قطع میشه و از اینجا به بعد داستان دیگه قاهره در امور سیاسی ایران هیچ گونه دخالتی نمیکنه حسن صباه مصر رو به طور کامل از دست میده نظار که از دنیا رفته بود و پسرش رو هم که اعدام کرده بودن هیچ گونه جانشینی نداشت اون دسته از شیعیانی که تمایلی نداشتن با مستعلی بیعت بکنن به حسن صباه امام گفتن و حسن صباه تبدیل به امام و حجت اسماعیلیون برای اون دسته از طرفداران نظر شد زمانی که توانایی مبارزه رو در رو و مسلحانه با نیروهای سلجوقی رو داشتن وارد میدون جنگ میشدن اما یه سری جاها بودش که این توانایی براشون وجود نداشت به خاطر همین رو به ترور بعضی از شخصیت ها در شهرهای بزرگ و مختلف چند شخصیت مهم رو موفق شده بودن ترور بکنن ولی یکی از این شخصیت های بسیار پرنفوذ و مهم وزیر ملکشاه سلجوقی یعنی خاجه نظام ملک بودش یک روز یک فردی در لباس یک صوفی به سمت خاجه نظام ملک نزدیک میشه و با دشنهای ای خاجه نظام ملک رو ترور سیاسی میکنه این ترور مستقیما به دستور حسن صباه صورت گرفته بود اما طرفدارای خاجه نظام ملک فکر میکردن که این ترور توسط ملکشاه سلجوقی صورت گرفته چرا چون نظام نظامالملک طرفدارای خیلی زیادی داشت اون زمان هم ملک شاه و خاج الملک رابطهشون تیر و تار شده بودش طرفدارای خاج الملک هم تصمیم میگیرن که انتقام بگیرن اما این انتقام رو به جای حسن صباه از ملک شاه میگیرن ملک شاه رو مسموم میکنن و ملک شاه هم یه مدت بعد از دنیا میره حالا حسن صباه با یه تیر دو زده بود حال در سال 1095 میلادی هستیم ملک شاه از دنیا رفته چهار تا پسر داره چهار تا پسر بر سر جانشینیش با هم به مشکل خوردن و هر کدوم در یک قسمت از ایران دارن با همدیگه دیگه می جنگن و هر کدوم خلافت جداگونه ای رو اعلام کردن سلجوقیان در این دوره به شدت متزلزل شدن همیشه در حال جنگ داخلی و جنگ خونین و برادری با همدیگه هستن این بهترین فرصت برای اسماعیلیان و حسن صباه بودش حسن صباه اصلا وارد درگیری مسلحانه نشد میگم فرد بسیار باهوشی بودش بهترین استفاده سیاسی رو از این بحران تونست به دست بیاره خودش وارد جنگ نمیشد اما آتیش جنگ بین این چهار برادر را همینطور تندتر و تندتر میکرد و از اون طرف به پیشروی های خودش ریز ادامه میداد کار خودش رو داشت میکرد همچنان داشت قدرت میگرفت از اون طرف سلجوقیان هم به جون هم افتاده بودن هر روز متزلزل تر از روز قبل میشدن حسن صباه از ضعف سلجوقیان استفاده کردش و تعداد قلعه های تحت تسخیر خودش رو بیشتر و بیشتر کرد همه این قلعه ها از قلعه مرکزی علموت فرمان میگرفتند فرماندهی اصلی قلعه مرکزی و همون قلعه علموت بودش اما خود حسن صبا به تک تک فرمانده های قلعه ها اختیار تام داده بودش که در صورت لزوم کارهای خودشون رو انجام بدن خودشون میتونستن وارد درگیری بشن اما خب دستور مستقیم و دستور اصلی از قلعه علموت صادر میشد از معروف ترین این قلعه ها سه قلعه لمسر شاهدج و خان لجان بودند حالا حسن صباه قلم روش رو تا اصفهان هم پیش برده بودش بعد یه تصمیم خیلی جالب تری گرفت تصمیم گرفت تا از زمین ها و مناطقی که تحت سیطره خودش داره مالیات اخص بکنه اینجوری نه تنها ثروت خیلی بیشتری به دست می امکانات بیشتری برای ادامه جنگش به دست می آورد که از اون طرف منابع مالی سلجوقیان رو هم محدود کرده بود همه چیز برای حسن صباه عالی داشت پیش میرفت پیشروی های عالی و باور نکردنی که خودش فکرش رو هم نمیکرد این طور بتونه با حکومت قدرتمند سلجوقیان روبرو بشه و حتی بتونه تو خیلی از مواقع اونها رو شکست بده همه چیز عالی بود تا اینکه فقط یک اشتباه کار رو براش سخت کرد یک جوری همین اشتباه باعث شکست و پایان قیام اسماعیلیان شد در یکی از همین درگیری ها که خب برادرها داشتن با هم دیگه حسن صباه و نیروهاش به طور مستقیم و رو در رو وارد جنگ مسلحانه شدند و تعداد زیادی از سلجوقیان رو کشتند این سرآغازی بر یک پایان بود چهار برادر با هم یک جلسه ای گذاشتن دور هم جمع شدن و گفتن درسته که ما با هم دیگه خیلی اختلاف داریم مشکلات خیلی زیادی داریم ولی الان یک دشمن مشترک داریم یک نفر خارج از خونواده اومده درگیر یک جنگی شده و تعداد خیلی زیادی از ماها هم کشته مایی که ما که با هم هم خونیم این فرد کیه حسن صبا با هم دیگه یک عهدی باید ببندیم با هم دیگه توافق می کنیم که یک دشمن مشترک رو از بین ببریم وقتی حسن صباح رو نابود کردیم اسماعیلیان رو نابود کردیم حالا بعدش با هم توافق کنیم کشور رو اداره میکنیم یا کلا به جنگ خودمون ادامه میدیم اما الان یک دشمن مشترک داریم همین کار رو هم میکنن اتحاد چهار برادر دوباره سلجوقیان رو به اوج قدرت میرسونه و از اون طرف اسماعیلیان دوباره دچار دو تزلزل میشن قلعه های اسماعیلیان که در طول این سال فتح شده بود یکی بعد از دیگری تن و تند داشتن سقوط میکردن اسماعیلیان هر جا که بودن مورد قتل عام قرار میگرفتن هر کسی هر اسماعیلی هر شیعه اسماعیلی که میدید سری سر اون رو میبرید یا اون رو میکشتش و از اون طرف حتی جایزه دریافت میکردش سپاه اسماعیلیان هر روز شکست میخوردن اما همچنان قلعه علموت به قدرت خود باقی مونده بود یکی از آخرین نقاطی بود که سلجوقیان دوست داشتن اون رو هم فتح کنن اما تا به اون لحظه ناکام باقی مونده بودن این ناکامی تا پایان عمر سلجوقیان هم ادامه پیدا کردش قلعه علمود هیچ وقت سقوط نکرد اما از اون طرف هم حسن صباه نتونست سلجوقیان رو شکست بده داستانی در تاریخ هستش که مورد تایید همه مورخین نیست ولی خیلی داستان معروفی منم اینجا میخوام نقلش بکنم فقط داستان رو تعریف میکنم ولی خب میگم همچین مورد تایید نیستش ولی خب داستان بسیار معروفیه و مورد رد کردن هم نیست چیزی نیست که صد درصد ردش کرده باشن داستان خیلی جالبیه گفته میشه حسن صباه در علموت هشیش کشت میکردش و به سربازای خودش هشیش میداد تا مصرف بکنن یه جورایی از حال خودشون بیخود بشن حالا آره تو سال امروزی چت کنن برن بالا تو حال خودشون نباشن داستان چی بودش وقتی که اینا هشیش مصرف میکردن و از خودشون بیخود میشدن حسن صباه اونها رو به یک در بزرگی میبردش دریچه رو باز میکرد و در اون دریچه یک باغ سرسبز پر از گل بود حالا حساب بکنید یک نفر که مثلا حشیش مصرف کرده مواد مصرف کرده تو حال طبیعی نیست شما یه شاخ گل بهش نشون بدی احساس میکنه اینجا یک باغ سرسبزه، اون یک گل خیلی بزرگه حالا یک باغ هم باشه که واقعا سرسبز باشه همینم هم که میگم حتما به منطقه علمو تشریف ببرید اون منطقه همیشه سرسبزه. خود ما وقتی که رفته بودیم اونجا اصلا خود منطقه برام خیلی جالب بودش که چقدر سرسبزه چه دشتای وسیعی داره پس بعید نیست که چنین باغی اون زمان وجود داشته باشه هزار سال پیش حسن صباح این حشیش رو میداد تا سربازانش مصرف بکنن چشمای اونا رو میبست از دروازه بزرگ رد میکرد چشماشون رو باز میکردش و میگفت این باغ رو ببینید اینجا بهشته خب اونها تو حال خودشون نبودن و واقعا فکر میکردن که اینجا بهشته با اون سرسبزی با اون دار و درختی که میدیدن بعد دوباره چشماشون رو میبست حالا کم, کم از اون بالا یه زر اومده بودن پایین یه ذره حال طبیعی پیدا کرده بودن دوباره به سرسرای قصر می و میگفت اون بهشت رو دیدی اگر میخوای به این بهشت دست پیدا کنی این خنجر رو بگیر و فلان فرد رو تو فلانجا برو و بکش این طور میشد که تونست ترورهای خیلی زیادی رو تو سطح حکومت سلجوقی انجام بده البته میگم این نوشته تاریخی نیستش تقریبا میشه گفت یک داستان مورد تایید بعضی از مورخین هست مورد تایید خیلیاشون هم نیستش ولی خب داستان معروفیه احتمال هم داره که واقعی باشه میگم منطقه که منطقه خیلی بزرگی بودش از اون طرف خب ترور هم که انجام میشد در اون زمان ولی خب من خودم هیچی نمیدونم فقط دارم نقلش میکنم نه تایید میکنم نه رد میکنم داستان معروفیه و داستان جالبی هستش حسن صباه تا پایان عمرش خار چشم سلجوقیان باقی موندش هیچ وقت سلجوقیان نتونستن کمر این فرد خم بکنن کم کم که دیگه ایمان آورد از دنیا میره یک جانشین برای خودش انتخاب کرد و از مردم خواست تا با جانشینش بیعت بکنن حسن صباح بر اثر بیماری در دوازدهم ژوئن سال 1124 میلادی در علموت درگذشت و مقبرش هم داخل همون علموت بودش و عاشقانش تا سالیان دراز پس از فوتش همیشه به اون مقبرش میرفتن و در اونجا زیارت میکردن با اینکه خود سلجوقیان همچنان با سباه مشکل داشتن اما خب تعداد طرفدارانش زیاد بود قیامای مسلحانه خیلی کمتر شده بود این را هم بگم بعد از فوت حسن سباه اسماعیلیون دیگه نتونستن اون انسجام و قدرت قبلی رو به دست بیارن دیگه نتونستن مزاحمت های مسلحانه و قدرتمند مثل زمان حسن سباه رو برای سلجوقیان به وجود بیارن طرفدارانش به علموت و علموت برای اونها حکم یک زیارتگاه رو داشتش راجع به خصوصیات درونیات حسن صباه میخوام یکم اینجا صحبت بکنم حسن صباه هنوز که هنوز برای ایرانی ها قابل احترام چند دلیل وجود داره چرا هم برای مسلمان و هم برای ایرانی ها هنوز قابل احترام هرچند که شخصیت مخوفی هم بوده شخصیت ناشناخته در طول تاریخ یکیش ارق و علاقه شدیدش به اسلام و مخصوصا مذهب شیعه اسلام بودش تلاش خیلی زیادی برای نگه داشتن این مذهب میکردش به قدری علاقه داشت به این مذهب که گاهی وارد فاز تندرویی هم میشدش دو تا فرزند پسری داشت که هر دو رو مجازات کرد و کشتش یکیش رو به دلیل شرابخوری پسر شراب خورد و مرد مجازات قرار گرفت کشته شد یه پسر دیگرش رو هم کشت چون وقتی که حسن صبح احساس کرد که شاید از دنیا بره یک جانشین برای خودش انتخاب کرده بود که اون جانشین به قتل میرسه حس کرد که شاید پسرش در این قتل دست داشته که این اشتباه بود اشتباه داشت فکر میکرد و بعدا هم بسیار پشیمون شد که چرا پسرش رو اشتباهی مجازات کردش اینطوری شد که هر دو تا پسرش از دنیا رفتن اما از طرف دیگه حسن سبا یک ایرانی واقعی بود به شدت به ایران عشق میورزید تمام تلاشش این بود که خلفای عباسی و سلجوقیان بر ایران سیطره پیدا نکنن به دنبال یک حکومت منسجم میگشتش و شاید همین دلیلش بود که مردم بهش یک عرق خاصی داشت هم که هنوز در بین بعضی از اشخاص ایران هنوز شخصیت قابل احترامیه مقبره حسن صباه تا 130 سال پس از فوتش همچنان پابرجا بود اما در سال 1256 میلادی با حمله قوم مغول به ایران که خیلی چیزها خراب شد خیلی چیزها از بین رفت مقبره حسن سباه هم اونجا از بین رفت و قلعه علمود اونجا بود که دیگه سقوط کرد و به دست قوم مغول افتاد تقریبا به دست قوم مغول تخریب شدش هنوز که هنوز باستان شناسا در اونجا تحقیق میکنن تا بتونن این مقبره رو پیدا کنن فکر نکنم تا الان چیزی پیدا کرده باشن ولی هنوز در جستجوی یافتن مقبره حسن صباه هستن بر سر شیعیان اسماعیلی چی اومد؟ شیعیان اسماعیلی مسیر خودشون رو ادامه دادن. و رهبری شیعیان اسماعیلی از فردی به فرد دیگر میرفتش به رهبران شیعه اسماعیلی آقاخان گفته میشه که این لقب رو فت علی شاه قاجار انتخاب کرده در حال حاضرم چهل و نهمین امام شیعیان اسماعیلی فردی به اسم کریم آقاخان که فکر نکنم اصلا فارسی هم بلد باشه چون ایشون متولد و بزرگ شده ژنو سوئیس و بالای 80 سالم سنشه فردی به اسم کریم آقاخان در حال حاضرم پیروان مذهب شیعه اسماعیلیه در سراسر سر جهان به بیش از 15 میلیون نفر میرسن دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه اگر دوست داشتید اگر از این ویدیو خوشتون اومد میتونید این ویدیو رو لایک کنید کانال یوتیوب دیپ پادکست رو سابسکرایب کنید تا وارشی به سایر ویدیو هم دسترسی داشته باشید اگر اشتباهی کردم توی این ویدیو حتما توی قسمت کامنت برای من بنویسید تا بتونم در آینده خیلی از این اشتباهات رو اصلاح کنم و بنویسید که نظرتون راجع به حسن صباه و قیامش چی بود آنچه که دید قسمت چهارم از فصل اول دیپ پادکست بود زندگی نامه حسن سباه ملقب به خداوند علم بود